کتاب جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه. جیران که احساس می کرد شاه متأثر شده و احتیاج به استمالت دارد گفت: قصه نخورید، گذشته ها گذشته است، دم و حال غنیمت است. همانطور که از خوشی های گذشته اثری برای شما باقی نمانده، از لذت امروز نیز در فردا خبری نیست. چه بهتر است که گذشته ها را فراموش کنید و ایام باقی مانده عمر را هرچه کوتاه باشد در سرور و خوشی به پایان برسانیم. شاه از صحبت های جیران خوشش آمد، یک بار دهانش باز شد، خنده ای کرد و با لحن مسرت باری گفت: جیران عزیز، به راستی نور و امید و نشاط را در قلب یخ زده ام پاشیدی. تو با این کلمات جان بخش رنج پیری و تنهایی را از دوشم برداشتی، اصلا در سخن گفتن معجزه میکنی. کلماتت با اینکه ساده و بی‌ریاس اثری عمیق و لذت بخش روی من باقی میگذارد. دوباره جیران با لبخند و کرشمه ای جان بخش گفت: ممنونم عزیزم، من هم قول میدهم که تا آخرین لحظه ای که جان در بدن دارم همسر وفاداری برای شما باشم. شاه آهی کشید و گفت: روز خوشی بود، سوار شویم برویم، سعی کن شکار با اسب را نیز بیاموزی. هر دو مجدداً سوار بر اسب شدند و دنبال شکار تازه ای مشغول گشتند. یکی دو ساعت گذشت و شاه به جیران گفت: برگردیم، خسته شدیم. در راه بازگشت شاه به جیران گفت که به حرم سرا برود تا او بتواند جبران غنیمت صبح را کرده و قدری با شاهزادگان قاجار بگذراند. جیران نیز متوجه برنامه شاه شد و در جلوی سرخ حصار از اسب پایین پرید و همراه خواجه سراها به طرف عمارت حرم سرا که در قسمت شمال باغ قرار داشت حرکت کرد. غروب آن روز شاه اظهار تمایل کرد که در سرخ حصار بماند. صدر اعظم و شاهزادگان قاجار مرخص شدند و قرار بر این شد که فردا در صاحب قرانیه به امور مملکت رسیدگی کند. آن شب هوا مهتاب و بسیار دلانگیز بود و شاه به اقامتگاه جیران رفت و روحیه شاه خیلی جوان و شنگول شده بود. لذا دست جیران را گرفت و به طرف چشمه آب که در طرف شمال شرقی باغ بود رفت. گاه برایش شعر می‌خواند و گاه او را نوازش می‌کرد تا اینکه به کنار درخت تنومندی رسیدند. شاه اظهار خستگی کرد و در آنجا نشستند و شاه دست در جیب کرد و قطعه کاغذی بیرون آورد و گفت: عزیزم، این قطعه شعر را پریروز در وصف تو گفتم. سپس شروع به خواندن کرد: از ازل خوب سرشتن ملایک گل تو، لیک این حیف که کردن ز آهن دل تو. همه جایی و ندانیم کجایی ای دوست، ره نبردن حریفان تو در منزل تو. دل عشاق به دیدار نکوی تو خوش است، ره ندارن به جایی به جز از محفل تو. جیران که تا آن لحظه نمیدانست شاه شاعری چیره دست و خوش ذوق است پرسید: قبله عالم شعر هم میگویند؟ شاه گفت: بله، اما نه برای همه، برای خوشگلای مثل تو هم شعر میگویم، هم دیوانه میشوم. فراش باشی ها و خواجه سراها از دور مراقب پادشاه بودند. در همان لحظه صدای بمی در باغ پیچید: آقا باشی معتمد الحرم. این صدای شاه بود که پیش خدمت مخصوص اندرون را صدا می کرد. ناگهان از میان درختان دو نفر خواجه و با لباسهای قرمز ظاهر شدند و شاه پرسید:
از عمله طرب کسی اینجا هست؟ آقا باشی با لهجه مخصوص گفت: بله، قبله عالم آقا میرزا عبدالله هستند. شاه گفت: فوراً او را به حضور بیاورید. جیران که هاج و واج مانده بود پرسید: قبله عالم میرزا عبدالله کیست؟ شاه خنده ای کرد، سپس دستهای جیران را جلو آورد و بوسید و مدتی بدون اینکه حرفی به او بزند دیوانوار در چشمانش خیره شده و سپس این گفت: حالا خواهی فهمید میرزا عبدالله کیست، چند دقیقه صبر کن. خواجه ها به طرف امارت عملی طرب رفتند. میرزا عبدالله بیچاره در خواب بود. خواجه ها مثل عجل معلق روی او افتادند و از خواب بیدارش کردند و گفتند: آقا میرزا عبدالله، قبله عالم شما را احضار کردند. بیچاره میرزا عبدالله از خواب پرید، به سرعت لباس پوشید، در حالی که یکی از فراشان شاهی دستش را گرفته بود و میکشید او را به طرف جایگاه شاه بردند. شاه که از آمدن میرزا عبدالله و خواجه ها با خبر شدن صدا زد: میرزا عبدالله همانجا بنشین و برای ما ساز بزن. میرزا عبدالله در حدود 20 قدم با شاه فاصله داشت، فوراً روی علف ها نشست و خواجه ها نیز در گوشه ای ایستادند. میرزا عبدالله پس از چند لحظه کوتاه که سازش را کوک نمود شروع به نواختن کرد. آهنگ و دستگاه شور را که شاه خیلی دوست می داشت انتخاب کرد. صدای ساز میرزا عبدالله ولوله ای راه انداخته بود که انیس و دوله با صدای تار این هنرمند آشنا بود از خواب برخاست. سپس کنار ایوان حرمسرا آمد و در حالی که به مهتاب نگاه می کرد قطرات عشق از چشمانش سرازیر شد. کم کم سایر زنان حرمسرا نیز بیدار شدند و همگی فهمیدند که شاه در باغ است. ولی آنها جرأت نداشتند که از چهار دیوار حرم سرا خارج شوند. قلب این بیچارگان مثل پرنده ای که در چنگال صیاد افتاده باشد می تپید. هر کدام ساکت و خاموش در گوشه ای ایستاده و اشک می ریختند، چون صدای ساز میرزا عبدالله واقعا انسان را به شور و حال می آورد، مخصوصا تکیه های غم انگیز دستگاه شور ولوله ای در قلب های نابسامان زنان می افکند. یک خیال مبهم مثل همان نور ما که آن را تماشا می کردن در اطراف ذهن روحشان چرخ می زد و دست از سرشان بر نمی داشت. این خیال که با کمال تأسف حقیقت نیز داشت، عشق تازه شاه و ویران شدن آشیان محبت عده دیگری از زنان بود. عشق جیران و علاقه شاه به او مسلماً سایر زنان حرم سرا را از نظر شاه میانداخت، زیرا همگی از آن داشتن که این دختر تجریشی در میان رقابت عاشقانه همگی را به زمین میزند. بعضی زنها میگفتن: این دختر باغبان، این دختر محمد علی خان تجریشی چه آشوبی به راه انداخته، باید حق او را کف دستش بگذاریم، اجازه ندهیم که شاه را منحصر به خودش کند. اما بعضی زنان ساکت و خاموش مانده بودند تا اینکه ناگهان صدای ساز میرزا عبدالله خاموش شد. همگی فهمیدند که شاه و جیران نیز ممکن است به حرم سرا برگردند، چون صدای پای خواجه باشی نیز به گوش می رسید. زنان سوگلی شاه مثل موش‌هایی که گربه ای دیده باشند هر کدام به سوراخی خزیدند. کم کم صدای پای شاه و جیران و زمزمه صحبت آنان نیز به گوش می رسید. چند دقیقه بعد تمام باغ در سکوت فرو رفت، زیرا شاه و جیران نیز در یک خواب عمیق فرو رفته بودند. سرنوشت سرانجام کارش را کرد و دختر محمد علی خان تجریشی را نصیب پادشاه و مالک الرقاب ایران کرد. دختری که هرگز گمان نمی برد حتی در خواب و خیال بتواند به حریم سلطنتی پا بگذارد و شوهرش پادشاه مملکتی باشد. صبح که همه از خواب برخاستن، خیلی خودمانی و ساده دور هم جمع شدن، مثل اینکه کوچکترین اتفاقی نیفتاده، شاه شنگول و خوشحال دستور چیدن بساط صبحانه را داد. زنان سوگلی هر کدام ظاهراً می‌خندیدن و سر به سر شاه می‌گذاشتن، اما باطنن نقشه هایی برای مبارزه با جیران طرح می‌کردن و از قصه می‌سوختن. شاه به سرعت صبحانه اش را خورد و گفت: من به قصر یاقوت می روم و قدری به کارها رسیدگی خواهم کرد.
زنان شاه همگی از جا برخاستند. شاه در حالی که با یکایک آنان با ایما و اشاره صحبت می‌کرد به طرف قصر یاقوت به راه افتاد. در آنجا مدتی بود که صدر اعظم و چند نفر از خاصان و شاهزادگان انتظار شاه را می‌کشیدند. زنان سوگلی شاه نیز دوباره فرصت یافتند که دور هم جمع شوند و درد و دل کنند. جیران نیز زودتر از همه برخاست و به طرف اتاقش رفت و یکی از زنان سوگلی رو به سایرین کرد و گفت: راستی قبلی عالم شورش را در آوردند. پس از آنکه چند ماه هست انتظار ملاقات او را کشیده ام و طبق قراری که با عزیز السلطان داشتم تا نیمه های شب بزک کرده و آراسته بیدار ماندم، ولی از احضار قبلی عالم خبری نشد. اصلا نفهمیدم چه موقع خوابم برد. این طرز رفتار که رسم زن و شوهری نیست، پس از 3 ماه انتظار و بیخوابی دختر محمد علی باقبان نوبت مرا گرفته. دیگر این حیثیت خانوادگی هم نیز لکه‌دار شده. باعث ننگ و آرم است که اسم قبلی عالم را بیاورم. اصلا شاه جون رفتارش عوض شده و مرا فراموش کرده. هنوز عقده هایش خالی نشده بود، آخرین کلام از فرط عصبانیت در گلویش گیر کرد و بغض او را ترکانید. اشک هایش که مثل دانه های الماس براق و درخشانی بود از گوشه چشمان زیبایش فرو می ریخت. یکی دیگر از زنان سوگلی که موقع را مناسب یافت گفت: این خانم حق دارد، ما خودمان را گول می زنیم. زن سوگلی عنوانیست که برای فریب و اغوا به کار می رود، وگرنه زندگی ما بهتر از سایر زنان حرم سرانیست. پریشب نیز این عزیز السلطان مارمولک و مردنی به من وعده داد که به افتخار ملاقات شاه نایل می شوم و نوبت شبانه من است، ولی تا نیمه های شب بیدار ماندم. صبح که از خواب برخواستم خود را با جامعه سرشب و بزک کرده یافتم، زیرا از فرط خستگی و انتظار خوابم برده بود. سرنوشت من هم مثل این خانم بود. گرچه پریشب شاه جون گرفتار سوگلی تازه اش جیران خانم بود، ولی لااقل خوب بود که به وسیله عزیز السلطان اطلاع می داد که قرار ملاقات شبانه ما به هم خورده. دیگر شاه جون آن احساسات و عواطف نخستین را ندارد و من نیز از نظرش افتادم. تازه عشق شاه جون گل کرده و دختر باقبان را به دختر سالار ترجیح داده. این زن نیز دستمال گلاب دندوزی زیبایش را از کمر پیراهنش بیرون کشید و به آرامی اشکهایش را که در کنار چشمانش جمع شده بود پاک کرد. انیس و دوله برای هر کدام یک استکان چای ریخ و در همان حال درک کرد که چه مصیبت روحی عظیمی به سر این زنان آمده و عشق شاه مثل کابوسی وحشتناک آنان را رنج و عذاب می دهد. لذا به آرامی و با لحن مشفقانه ای گفت: خواهران عزیزم، دیگر زندگی ما با شاه عادت شده، اما نباید توقعاتی را که از یک شوهر عادی می توان داشت از شاه مملکت داشته باشیم. ما باید همچو پروانه گرداگرد شمع وجود شاه بسوزیم و بسازیم. قبله عالم گرفتار هستند و مجال رسیدگی به احوال زنان دلباخته خود را ندارند. گرچه من هم دلخوشی از دست جیران ندارم، اما چه میتوان کرد؟ عصبانیت و ناراحتی که فایده ندارد. بهتر است که همگی یک دل و یک جهت شده برای خرد کردن زنی که سعادت مشترک ما را نابود کرده اقدام کنیم. از گریه و زاری و نود به نتیجه ای به دست نمی آید. یکی از زنان سوگلی صحبت انیس و دوله را قطع کرد و گفت: آره خانم راست می گوید، تا قبل از جیران قبلی عالم هر روز وقت داشت و به ما سرکشی و عنایت می کرد. همیشه رفتارش پسندیده و دلچسب بود، اما این دختری ورپریده قاب محبت شاه را دزدیده. حتما مهره ما رو جادوی عشق به خوراک قبله عالم داده، وگرنه قبله عالم اینقدر کش سلیقه نبود که دل در گروی عشق باقبان زاده ببیند. خواهرای عزیز، خانم انیس و دوله حق دارد، ما به طور منفرد نمیتوانیم با این دختر مبارزه کنیم. باید همگی دست اتحاد به یکدیگر دهیم و توطئه خرد کننده ای علیه جیران فراهم کنیم تا درس عبرتی برایش باشد و اینقدر افاده نفروشد. یکی دیگر از زنان دنبال حرف این خانم را گرفت و گفت: شک و تردید نداشته باشید که این دختر قبله عالم را چیز خور کرده.
بعد زنان همگی زیر چشمی اتاق جیران را نگاه می کردن، یکی از زنان گفت: آهسته در حرف بزنید، نکند جیران دزدکی به حرفای ما گوش دهد. دیگری گفت: من با پدرم مشورت می کنم و ترتیبی می دهم که بالاخره دم این زن را از دربار کوتاه کند. صحبت زنان گل انداخته بود و هر یک طرحی برای مبارزه با جیران ارائه می داد. شاه نیز در امارت یاقوت مشغول شنیدن گزارش های مأمورین دولتی بود که راجب شورش مردی کلار دشتی می دادن. تقریبا اواخر ماه رجب سال 1307 بود. در آن اوقات شاه امتیاز انحصار دخانیات را به بانک رویتر داده بود. نماینده این بانک به نام میجر تالبوت قرارداد را امضا کرده بود. در متن قرارداد امضا شده از طرف قوام الدوله وزیر خارجه تعیین شده بود. سفیر انگلیس که در آن هنگام سر ولف بود امضای شاه و قوام الدوله را نیز تصدیق نموده بود، به طوری که شایع شده بود و می گفتند که میجر تالبوت 2,000,000 لیره برای کسب امتیاز به رجال رشوه داده و در باطن معلوم نبود که سهم شاه چقدر بوده. دنیای کتاب صوتی.